اولین سطر جنبش دادخواهی توسط مسعود رجوی در کوران قتل عام نوشته شد. بر طبق اطلاعات موثق، خمینی چند هفته پیش طی حکمی به خط خودش دستور اعدام زندانیان سیاسی مجاهد خلق را صادر کرد. همزمان اعدام‌های جمعی زندانیان سیاسی که بسیاری از آنان دوران محکومیتشان پایان یافته آغاز گردیده است. این نامه بعد از اعتراض 12 و 26 مرداد به اعدام‌های جمعی و قبل از کارزار جهانی در 18 شهریور و 9 آذر همون سال بود. اما نقطه اوج و چرخش تعادل پس از فراخوان مریم رجوی و افشای فایل صوتی در مرداد 95 بود. زمان آن است که بر سر قتل عام زندانیان سیاسی مجاهد و مبارز یک جنبش دادخواهی را در هر جا و به هر شیوه ممکن گسترش دهیم. بعد از این بود که علاوه بر ارسال اطلاعات و اسناد مختلف از نحوه قتل عام و گورهای جمعی در شهرهای مختلف، نقاب از چهره قاتلان کنار رفت. آره بنده خدا هرچی میگم من حکم ندارم، حکمشون قبلا ساده، مثلا چیز گوش بر بشتم میدارم. علی مطهری، آقایان رئیسی، نیری و پور محمدی که در متن قضیه در آن زمان بودند در این خصوص توضیح بدهند. هنوز بقیهشون باید مجازات بشن، اینا فکر من تحرکشون آزاده تو دنیا. اجرای هزاران کنفرانس و کمپین و گرد همایی و حمایت گسترده ارگان‌ها، شخصیت‌ها و نهادهای معتبر حقوقی و گسترش کانون‌های شورش و اعتراض در داخل نتیجه همین جنبش بود. آخوند علی رازینی، متاسفانه خطوطی در داخل و خارج کشور فعال هستند تا به نحوی مجاهدین را احیا کنند. سرانجام جنبش دادخواهی کوشش بی امان هموطنان و یاران مقاومت در خارج ایران برای محاکمه بین المللی خامنه ای و سایر سران رژیم به جرم نسل کشی و جنایت علیه بشریت است.